پولدارایی که برای تفریحشون آدمهای دیگر رو شکار میکنن. گلاسی از سلام، امروز یه فیلم می آوردم که دقیقاً مثل پست قبلی کانال اسمش The Hunt یا شکاره، ولی خب محصول سال 2020، سبکش هم کاملاً با اون فرق داره و ترسناک و تریلره. ولی ما هم ببینیمش، حواسمون به سر کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم با زنی به اسم آتنا آشنا میشیم که مدیر یه شرکت بزرگی هم است. با گوشیش توی چت گروهی داره پیام میده و یه عالم افراد پولدار هم توش هستن. یه لفظه یکیشون مینویسه حداقل زمان شکار داره میرسه و یکم عصبانیتمون رو میتونیم خالی بکنیم. میریم به سکانس بعد. جتی تقریبا نیمه خصوصی رو میبینیم که یه آدم خیلی پولدار نشسته و سفارش شامپاین میده. چند لحظه بعد یه نفر از عقب جت میاد داخل و عصبانی و فریاد میزنه که من کجام، چی کارم کردید. مهمان در هواپیما داد میزنه که یکیشون بیدار شده. یه نفر همین پولدارایی که توی جلوی هواپیما نشسته بلند میشه و میاد سمت مردی که نگرانه. بهش میگه که آروم باش، توی مشکل روانی داشتی، حالت خوب نیستش و الان باید یه دارویی بهت بزنم که حالت خوب بشه. خودش به عنوان یه دکتر معرفی میکنه و مردم بهش اعتماد میکنه و میشینه رو زمین. اما یه رفعه این به اصطلاح دکتر خودکاری میگیره و با وحشیگری اونو به گردن مرد رو میکنه. اون که هنوز نمرده از جاش بلند میشه و چند لحظه بعد آتنا، همون مدیری که اول فیلم دیدیم، میاد و با پاشنه کفشش تو چشم این مرد فرو میکنه. بعدم میگه که درست هنوز شکارمون شروع نشده، ولی از الان باید مراقب باشیم. جنازه این مرد رو میکشونن به اتاق و میفهمیم که هنوز نیمه جونه. سرخواست کمک میکنه ولی هیچکس صداشو نمیشنوه و میبینه که کنار خودش هم یه دختر با موهای بلوند افتاده و بیهوشه. میریم به سکانس بعد. همین دختر بلوند تو جنگلی چشماشو باز میکنه و دور دهنشو با دستگاهی بستن که از پشتم قفل شده و نمیتونه درش بیاره. با نگرانی دختر دیگه ای رو هم میبینه که مثل خودش همین دستگاه بهش وصل شده و از اون فاصله میگیره. به سمت جایی میره که صدای آدمای دیگه میاد و میبینه که ده ها نفر دیگه هم مثل خودش از همین دستگاه تو دهنشونه. وسط یه دشتن و یه جعبه اون وسطه و خب همه دارن به طرفش میرن. یکیشون میخواد جعبه رو باز کنه که پیرمرد میاد طرفش و با ادا و اصول و به سختی بهش میفهمونه بازش نکن، شاید یه تله باشه. اما خب اون مرد کار خودش رو انجام میده و با باز کردن جعبه کلی سلاح مختلف ازش میاد بیرون. همه هم میدونن که ازش یه سلاح بردارن و دختر بلوند هم متوجه یه کلید میشه که رو زمین افتاده. کلید برای این دستگاهایی هست که دهنشون رو بسته و خب همدیگه رو باز میکنن. یه رفعه سلاح تیراندازی میاد و دختر بلوند و کسی که کنارشه یه جای پناه میگیرن. دختر میخواد یه نفس راحت بکشه که یه رفعه گلوله‌ای به سرش بخوره و به شکلی ترسناک مغزش میپاچه. یکی از مردا دو تا تفنگ دستش گرفته و به سمت جایی که ازش تیراندازی شده میدوه که خب اونم به شکل وحشتناک جونشون میگیرن. مردی که کنار اون دختر بلوند وایساده بود متوجه میشه که یکی دیگه از دخترها داره فرار میکنه و یه رفعه تو چاله میفته. میدوه سمتش تا نجاتش بده و میفهمه که توی این چاله پر از نیزه و یکی از اونا مستقیم کم این زن رفته. به هر زحمتی هست بیرون میکشنش و اون در حال خونریزیه ولی هنوز زنده است. با کمک هم دارن فرار میکنن که یه رفعه این مرد پاشو روی دونه مین میذاره. خیلی وحشت زده شده ولی با یه تکون کوچیک رفعه مین میترکه و هر دوشون جونشون رو از دست میدن. چند نفر دیگه هم در حال فرار به حصار بزرگی میرسن و سریع پرن اون ورش. همون مردی که اول از همه همون جعبه رو باز کرده بود اینجاست، ولی قبل از اینکه بتونه بپره اون ور فنسا یه تیرکمون بهش شلیک میشه و بعدم چند تیر دیگه به سرش و خب اونم از بین میره. سه نفر دیگه که فرار کردن یه فروشگاه رو میبینن و میرن داخلش. زن و مرد صاحب اینجا با نگرانی تسلیم میشن چون خب دستشون تفنگ میبینن و مردی که جلوتر همه رفته بود میپرسه که ما کجاییم. اونا میگن توی ایالت آرکانزاسیم و خب به اصرار مرد به پلیس زنگ میزنن و تلفنو بهش میدن. اونم درخواست کمکش رو ثبت میکنه و تلفنو میذاره کنار تا آدرسشو بتونن پیدا کنن. دختر دیگه که به همین فروشگاه فرار کرده بود یه دونه شیرینی میبینه و میخورتش که یه رفعه انگاری سم وارد بدنش شده و شروع به سرفه و در نهایت خفه شدن میکنه. بقیه هم حواسشون پرت شده که میبینن زن و مرد صاحب فروشگاه ماسکی گذاشتن و یه رفعه گازی رو پرت کردن اون وسط. مرد اسلحه شاتگانی هم دستش میگیره و با وحشیگری سمت یکیشون شلیک میکنه. نفر سومشون هم که به خاطر همین گازی که انداخته بودن خفه میشه. در آخر هم که بعد از خارج کردن گاز از فروشگاه جنازه ها رو یه گوشه تلمبار میکنن. انگار یه کار خیلی ساده انجام بده. یه بیسیم هم دارن که صدای یه دختر ازش پخش میشه. بهشون میگه که چیکار کردید و اونم خبر میده که اون سه نفر رو گرفتیم و کارشون تموم شده. زن بهشون میگه که یه نفر دیگه هم داره میاد سمتتون و مراقب باشید. لحظات دیگه دختر دیگه وارد میشه که اسمش هم کریستاله. به زن و مرد میگه که اومدم سیگار بگیرم و با پولی که معلوم نیست کجا پیدا کرده همین کار رو انجام میده. وقتی که زن و مرد باقی پولش رو میذارن رو میز یه مقدار خون روی دلار ریخته و خب کریستال متوجه میشه که یه جای کار میلنگه.
برای همینم با یه ضربه ناگهانی مردو میزنه کنار، اسلحه‌شو برمی‌داره و هر دو نفرشونو از بین میبره. هرچی هم فشن توی فروشگاه پیدا میکنه برمی‌داره و از اونجا خارج میشه. یه ماشین جلوی فروشگاه و زن شروع به بررسیش میکنه، انگاری خیلی وارده. اول از همه دستش پلاکش میگه چون میفهمه پلاک‌های ماشین‌ها فیکن و در اصل پلاک ماشین برای کشور کرواسیه، یعنی اصلا از آمریکا خارج شدن. بعدم میره جلوتر و متوجه یه سیم نامرئی میشه که به در ماشین بسته شده، سیمی که اون طرفش به یه بم میخوره و اگه این در رو باز کنن قطعا منفجر میشه. کریستال که بی سیم زن و مرد فروشنده رو هم برداشته، متوجه میشه که چند نفر دارن دنبالش میگردن و خب مطمئنن که به این محل اومده. یه دفعه یه پهپادم میفرستن که پیداش بکنه، ولی خب اثری ازش نیستش. چند لحظه بعد یه نفر به این پهپاد شلیک میکنه و یه مرد دیگه از باز مونده هست. می دو طرف ماشین که درش باز کنه و کریستال که میفهمه اونم بیگناهه، داد میزنه که این کارو نکن، بهش بمب وصله. مرد اسلحه‌شو سمت کریستال گرفته و فکر میکنه که اونم عضوی از همین گروه عجیب غریبه. اما کریستال بهش میگه که تو همین الانم با شلیک به اون پهپاد به اونا فهموندی که ما اینجاییم، پس بیا به جای اینکه با هم بجنگیم سریع از این محل دور بشیم. تو این راه صحبت هم با هم میکنن و مرد میگه که فکر کنم بدونم که چرا اینجاییم. یه گروه از پولدارهایی که اکثرشون هم لیبرال هستن خیلی تفریح های عجیب غریب و وحشتناکی دارن. یکی از تفریح هاشون هم اینه که آدم های مختلف رو تو جزیره میندازن و فقط شکارشون میکنن تا یکم اون غریزه وحشی خودشون رو ارضا کننش. کریستال اما میگه که اینا همش شایعه است، توجهی نکن و فقط ما گیر یه سری آدم روانی افتادیم. صدای قطاری رو میشنوند و میدوند طرفش و با دیدن اون سری میپرند داخل تا گوشه پناه بگیرن. متوجه میشن جدا از خودشون تعدادی مهاجر غیرقانونی هم تو این قطار قایم شدن تا خودشون رو به کشور دیگه برسونن. مردی که کنار کریستاله میگه شماها الکی قطعا عضو همین تیمی رو دارید نقش بازی میکنید. اما وقتی که حتی زبون انگلیسی هم بلد نیستن، کریستال میگه که ولشون کن، بیگناهن. مدتی همه چیز آرومه تا قطار سرعتش رو کم میکنه. کریستال و مردی که کنارش متوجه میشن که ارتشی ها جلوی قطار رو نگه داشتن تا یه گشت عادی و همیشگی برای پیدا کردن مهاجرهای غیرقانونی انجام بدن. گشتی که منجر به گیر افتادن کریستال و مردی که کنارشه و تمام مهاجرهای اونجا میشه. مردی که کنار کریستال میره سمت افسر ارتش و سعی میکنه بهش بفهمونه که ما از آمریکای ما رو دزدیدن و این مهاجرها هم گروهی از همون تیم وحشتناکی هستن که ما رو دزدیدن. اما افسر آشنایی با زبان انگلیسی نداره. یه رفعه یکی از همون مهاجرها شروع به صحبت به زبان انگلیسی خیلی روون میکنه. به مرد میگه که اونا باور نمیکنن، انقدر تلاش نکن، فقط اینجا من بازیگرم و عضو همون تیمم، بقیه هیچ گناهی ندارن و واقعا مهاجرن. مرد که خیلی عصبانی شده نشون میده که یه نارنجک از همون دشت دزدیده. نارنجک رو برمیداره، زامنش رو میکشه، تو شلوار این مرد بازیگر میندازه و همه هم پناه میگیرن و خب اونم منفجر میشه. سکانس بعد تمام مهاجرها رو به دفتر دولت آوردن و خب چند تا از افسرها دارن ازشون سوال جواب میکنن. نوبت کریستال میرسه، ازش میخوان که مدارک مهاجرتی خودش رو ارائه بده و خب کریستال هیچی نداره و شروع میکنه به درخواست این که با سفارت آمریکا تماس بگیرن. یه دفعه مرد دیگه‌ای به اسم دان رو هم میارن کنارش. اونم کنار کریستال وسط همون میدون به وش اومده بود و خب چون حرفشون یکیه، حالا کنار هم قرارشون دادن و با سفارت آمریکا هم تماس گرفتن. میرن یکم غذا بخورن و دان حرفای مثل همون مرد قبلی میزنه که ما هممون عضوی از تفریح یه سری آدم پول داریم. لحظاتی بعدم ماشینی از سفارت آمریکا میرسه و یه افسر ازش پیاده میشه. بعدم میاد سمت کریستال و دان تا اونا رو به کشور خودشون برسونه. وسط راه هم شروع به صحبت میکنن و بیشتر آشنا میشن و میفهمیم کریستال در اصل یه سرباز ارتشی بوده. دان هم همه اتفاقایی که افتاده رو برای همین مأمور سفارت تعریف میکنه، اونم قول میده که به ارتش و دولت خبر بده تا زودتر برای نجات بقیه آدم ها هم سرباز بفرستن. اما لحن حرف زدنش مثل کسایی که میخوان بچه خر کنن و خب کریستال هم متوجه این میشه و یه رفعه با ضربه اونو هم ماشین میندازه بیرون و خودش پشت فرمون میشینه. دان شوکه شده و میگه این چه کاری بود کردی و کریستال میگه اونم عضو همون تیم بودش. بعدم دنده عقب میگیره و با رد شدن رو کله مرد کلن جونش رو میگیره. پیاده میشن و با دیدن اسلحه روی بدن این مامور خب حرفش ثابت میشه، چون هیچ مامور سفارتی حق نداره به همین راحتی اسلحه حمل کنه. بعدم میرن تم صندوق ماشین که دان وحشتش بیشتر میشه. جنازه همون مردی که قبل از دان با کریستال بود این توه و مغزش سوراخ شده. یه نقشه هم تو این صندوقه که تمام محلهای همون دشت و این بازی رو توش به نمایش گذاشتن. عددهایی هم روش هست که نماینگر تمام بازیکنهای اونه و کریستال متوجه میشه که اون و دان تنها آدمهای باقی مونده این بازی هن. دان میگه بیا سریع فرار کنیم، اما کریستال میگه نه،
باید بفهمم که این کارو کرده و باید انتقام اون آدمهای بیگناه رو ازشون بگیریم. همین لحظه میریم به یه پناهگاه وسط همون دشت. آدمهای پولداری که این بازی رو انداختن دور هم جمع شدن. یه سربازم کنارشونه تا ازشون محافظت کنه. همشون از ترس کارهایی که کریستال کرده اینجا پناه گرفتن و سرباز میگه ساکت باشی تا موقع صدامون بیرون نره. صدای دختری هم از همون بیسین پخش میشه و بهشون میگه که خفه شید، داره صداتون میاد بیرون. یکیشون میره بیرون تا دستشویی کنه که یه رفعی با دان مواجه میشه. در حالی که حواسش پرت اونه، کریستال پشت حمله میکنه و با یه ضربه جون این مردم میگیره. بعدم صدای شلیکی بیرون میاد که آدمهای داخل پناهگاه خیلی وحشت زده میشن. سرباز سعی میکنه آرومشون کنه اما اونا خیلی هول کردن که یه رفعی کریستال و دان خوکی که از وسط دشت برداشته بودن و میفرستنش داخل پناهگاه. آدمای اون پایینم هول میکنن و فکر میکنن یکی آدمه و شروع میکنن به شلیک کردن. در حالی که حواسشون پرتمونه، کریستال از طرف دیگه ای وارد میشه و با شلیکی جون یکی اون میگیره. بعدم میره و با ضربه ای به گردن سرباز اونو زخمیش میکنه و به جنگیدن با بقیه مشغول میشه. یکی از زنا رو با فرو کردن یه میله میکشه و اسلحه‌اشو سمت یه مرد دیگه میگیره. اون موفق میشه خشاب تفنگو بکشه اما خب نمیدونه که همیشه یه دونه گلوله توی تفنگ هستش. کریستال هم با همون شلیک جون این مرد رو میگیره. صدای فریاد مردی از بیرون میاد که کریستال یه گوشه پناه میگیره و موفق میشه اونم از بین ببره. دیگه تقریبا همه جا ساکت و فکر میکنه همه تموم شدن اما میفهمیم که اون سرباز زنده مونده و به کریستال حمله میکنه. خب این دخترم خیلی خفن و موفق میشه با کندن یه لوله از سقف باهاش بجنگه و در آخر اون رو زمین بزنه. در حالی که بین جنازه ها داره راه میره میفهمه یکی دیگه از زنها هم زنده است. اصلا هر برم داره که کارش تموم کنه و دان سر میرسه. درخواست میکنه که این کارو نکن. از اونجایی که دان زبون این مردم رو برده، کریستال ازش میخواد که بپرسه چرا این کارو باهاشون کردن. خب این زنم وا نمیده و اصلا چیزی رو لو نمیدتش، فقط میگه که لطفاً جون منو نگیر. کریستال میگه که به نظرت به خاطر اینکه یه زنی باید بهت رحم کنم و جونتو نگیرم؟ اون زنم میگه نه، زن و مرد فرقی ندارن و کریستال با یه شلیک کارشو تموم میکنه. اینجاست که صدای زنی که از اون طرف بیسیم حرف میزد دوباره پخش میشه. انگار منظور حرفش به دان و میپرسه که کریستالو گرفتی؟ یه دفعه کریستال اسلحه‌اش سمت دان نشونه میگیره. دان میگه به خدا با من نیستش، من اصلا نمیدونم جریان چیه و مثل تو یه بازی کنم. اما اون زن هی حرفای دیگه میزنه که ثابت میکنه دان عضو گروهشونه و کریستال هم شلیک نهایی رو انجام میده. بعدم بیسیمو برمی‌داره و رو به اون زن میگه تو آخرین نفری که دارم میام سراغت. میره کنار اون سرباز میشینه که همچنان نیمه جونه. بهش میگه که آدم اصلی کیه و کجاست. سرباز میگه که اسمش آتناس و نمیدونم جاش کجاست. اما کریستال دست نمیکشه. روی زخم اونو انقدر فشار میده که سرباز به حرف میاد و آدرس آتنا رو کاملا لو میده. اونم که چیزی که میخواست و گرفته جون سرباز رو میگیره. یه لحظه سکانسی از یک سال قبل میبینیم. آتنا تو شرکتش نو جلسه شکل میگیره. رئیس منابع انسانی احضارش کرده و بهش میگه که چند وقت پیش تو حرفی در مورد شکار آدم‌ها زدی. حرفی که کاملا غیر انسانیه و خب ما باید تو رو بررسی بکنیمش. آتنا میگه من اصلا هم چیزی نگفتم، در موردم شایعه پخش کردن و موفق میشه اسم کسی که این شایعه رو پخش کرده به دست بیاره. دختری به اسم کریستال که تو همین شرکت کار میکنه. آتنا میگه وقتی که در مورد همچین شایعه پخش شده پس چرا انجامش دادم؟ تیمی از آدم‌های پولدار همین شرکت تشکیل میده که هر کدومشون هم آدمیو برای شرکت تو این بازی انتخاب میکنن. آدم‌هایی که ازشون متنفرن که خب اون کریستال هم کسیه که آتنا انتخابش کرده. میایم به زمان حال. کریستال به کاخی تو همون نزدیکی دشت میرسه که محل قایم شدن آتناه. اون از قبل منتظرشه و پشت آیفون میگه که تفنگتو بذار بیرون وگرنه بمبی که به در بسته منفجر میکنم و کار تمومه. که خب کریستال هم این کارو انجام میده و میره داخل. بالاخره کریستال و آتنا با هم دیگه روبرو میشن و شروع به صحبت میکنن. یه موسیقی کلاسیک هم تو خونه داره پخش میشه و آتنا در حال غذا درست کردنه. وقتی دلیل راه انداختن این شکارو میگه، کریستال مسخرهش میکنه که چقدر چرت و پرت به خاطر یه شایعه‌ای که پخش شده همچین کار وحشتناکی رو انجام داده. اما به نظر آتنا خیلی این قضیه منطقیه. وقتی در مورد این صحبت میکنه که چرا کریستال انتخاب کرده و همه چیز به خاطر شایعه‌های اون بوده، کریستال بیشتر میخنده. میگه من اصلا تو اون شرکت کار نمیکنم. اون کسی که تو میگی یکی دیگه است، اسم و فامیلش فقط شبیه منه. تو اشتباهی منو انتخابم کردی. من یه سرباز ارتشی بودم و هیچ کاری به این قضیه ها نداشتم. تازه آتنا میفهمه که چه اشتباه بزرگی انجام داده. کریستال یه ارتشی حرفه‌ای و شروع به مبارزه با آتنا میکنه.
البته آتنا هم کم نمیاره، چون نزدیک به یک سال برای این لحظه آموزش دیده تا با دشمن خیالی خودش روبرو بشه. وسط مبارزه کریستال یه بطری شامپاین سمت آتنا پرت میکنه که اون رو هوا میگیرتش تا نشکنه. خب خیلی گرونه. تو درگیری هم آتنا موفق میشه اسلحه شاتگان که تو خونه قایم کرده رو برداره، اما خب کریستال هم موفق میشه اون رو ازش بگیره و آتنا یه چاقوی برمیداره و یه ضربه به کریستال میزنه. دعواشون به آشپزخونه میرسه که آتنا با یه چاقو ضربه دیگه هم میزنه، اما این بار کریستال عقب نمیکشه، آتنا رو بغل میگیره و موفق میشه طرف دیگه این چاقوی دولبه به بدن خودش فرو بره. یه ضربه کاری که در آخر منجر به از بین رفتن آتنا میشه. کریستال از جاش بلند میشه، زخم خودش رو میبنده، یه ساندویچ درست میکنه و میخوره. بعدم میره و یکی از لباسهای خیلی شیک آتنا رو میپوشه. در آخرم بطری شامپاین گرونش رو برمیداره و از اتاق میاد بیرون. بیرون خونه جت شخصی آتنا رو میبینه. میره داخلش و با اسلحه‌ای که دستشه به کمک خلبان و خلبان میگه که من رئیستون رو از بین بردم. حالا وظیفتونه که منو با آمریکا ببرید و الا شما رو هم نابود میکنمتون. اونا بدون هیچ حرفی موافقت میکنن و جت راه میفته. سکانس آخر فیلم، کریستال پشت صندلی نشسته که کمک خلبان برای شامپاین و خوراکی میاره. ازش دعوت میکنه تا بشینه کنارش و با هم بنوشن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. نکته قوت این فیلم اینه که میاد توی 30 دقیقه اول فیلم نزدیک به 4 بار شخصیت اولو تغییر میده. یعنی همون اول فیلم شما فکر میکنی که اون دختر بلونده دیگه دختر خفن داستان و میخواد همه چی رو جمع کنه و بره برای خودش، ولی یه رفعه میبینی یه تیبله تو مغزش میپاچه. همین اتفاق برای 2 نفر دیگه هم میفته تا در نهایت به کریستال دختر اصلی میرسه، کسی که خب سرباز بود و برای همینم انقدر قابلیت های زیادی داشت. پایان بندیشه که به نظرم خیلی گنگه. شخصیت اصلیمون میاد، آدم بده یه قصه رو به بدتری شکل از بین میبره، میره توی خونش، غذاشو میخوره، لباسش هم حتی میپوشه و ماشین اون یا همون جتش هم میدوزه و کلن از اونجا فرار میکنه. یکی از پایان‌بندی های خیلی خوبه که به نظرم انتقام رو قشنگ نشون میده. فکر میکنم تا الان هم متوجه شده باشید، ولی اگه نشدیدم بگم این فیلم شباهت زیادی به سری فیلم های دی هانگر گیمز داره، با این تفاوت که توی هانگر گیمز آدم های بدبخت بیچاره به جون همدیگه میفتن برای اینکه پیروزشن هر بلایی سر هم نوعای خودشون میارن، اما خب توی این فیلم همه هم دست به یکی میخوان بکنن تا در برن. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. پیشنهاداتتون رو زیر این پست بنویسید. روزتونم گلسی.